آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل سال 1991 میلادی روز شنبه در اسلو حاضر شد تا بعد از 21 سال در مورد این جایزه سخنرانی کند. رهبر 66 ساله ی اپوزیسیون میانمار که برای اولین بار طی 24 سال گذشته برای انجام یک سفر اروپایی کشورش را ترک کرده، در سخنان خود ضمن ابراز امیدواری نسبت به آینده دموکراسی در برمه سابق گفت: زمانی که به من نگاه می کنید و به سخنان من گوش می دهید، لطفاً فراموش نکنید که این حقیقت دارد که تنها به سخنان یکی از زندانیان بیشمار عقیدتی گوش داده اید. او که خبر تصمیم کمیته نوبل در سال 1991 زمانی که در رانگون در منزلش در حبس خانگی بود را از رادیو شنیده بود، اضافه کرد: آنهایی که هنوز در بندند، آنهایی که هنوز در کشور من به عدالت دسترسی ندارند، لطفاً آنها را هم به یاد داشته باشید و از انجام هر کاری برای آزادی سریع و بی قید و شرط آنها دریغ نکنید. خانم سوچی در مورد احساسش از جایزه نوبل گفت: وقتی جایزه صلح نوبل را به من دادند، فهمیدم که هنوز هم بشریت در آن سوی دیواری که من در آن زندگی می‌کردم وجود دارد. این جایزه آنقدر برای من اهمیت داشت که مرا به مبارزه بازگرداند، چرا که این جایزه توجه جهانیان را به مسئله دموکراسی و حقوق بشر در کشورم جلب کرد و به من فهماند که حق حتی در حبس هم فراموش شدنی نیست.